سلام دوستان با آموزش مدیریت پروژه و آفیس پروژه در خدمتتون هستیم در جلسه قبل مفاهیم کلی مدیریت هزینه رو با هم بحث کردیم و گفتیم که تو این جلسه میخوایم در مورد تخمین هزینه ها با هم صحبت بکنیم تخمین هزینه ها از اونجای اهمیت داره که باعث میشه من کل هزینه که واسه یک پروژه نیاز دارم رو برآورد کنم و بر اساس اونها زمانبندی مورد نیاز واسه انجام واسه پرو... هزینه و سرمایه گذاریم و داشته باشم و بگم که تو چه زمانی چه مقدار سرمایه لازم دارم خب تخمین هزینه اینطوری هستش که من به ازای هر باکس نهایی یا تسکایی که توی پروژه دارم هزینه برآورد میکنم و تخمین میزنم و خب خود همین تخمین زدن هفت روش توی پی ام باک باک تعریف شده که میخوایم تک تک این روش ها رو با هم دیگه جلو ببریم خب اولین روش این هستش که من به ازای هر یک از فعالیت هایی که دارم میام نظر خبرگان در خصوص اون رو میپرسم میگم که خبرگان کیا هستن افرادی که تجربه دارن قبلا یه چنین یا مشابه یه چنین کارهایی انجام دادن و خب تقریبا میدونن که دیگه آقا این کار چقدر هزینه میبره مثلا میخوام یه گودی رو بکنم یا میخوام یه جایی کاری کنم خب افرادی هستن که قبل این کار رو انجام دادن و اون فرد اول که میاد مثلا میگه انقدر هزینه داره فرد دوم میگه اینقدر هزینه داره و فرد سوم میگه انقدر تقریبا هزینه میشه من یه میانگین میگیرم اینجا اوریج میگیرم ازش و میگم که اوکی به طور تقریبی تخمین میزنیم که اوریج اینها چقدر هستش و خب اینجا قرار میدم و بعد به ازای هر کدوم از فعالیت ها من میتونم بگم که اینی که اینجا تخمین زدم میشه یه مقدار هزینه و سرمایه که واسه این فعالیت دارم این یه روش هستش که خب روش خیلی ساده ایه به نظر من و دقتش خب شاید یه مقدار کم باشه اما کاربردی روش های ساده درسته شاید یه مقدار حالا واریانسش انحرافش بیشتر باشه اما کاربردی تر و راحت تر میتونیم رو انجام بدیم یه روش دیگه که اینجا گفته شده روش قیاسه من قبلا اومدم رنگ رو انجام دادم رنگ زنی انجام دادم و گفتم که به 10 متر مربع و یه کارگر اینقدر هزینه داره دو سالم حالا گذشته 15 درصد هم تورم دارم تقریبا الان من بخوام 20 متر مربع رو رنگ بزنم و سه تا کارگر واسه اون داشته باشم چقدر هزینه اون میشه خب یه تخمینی هستش که یکی به اضافه دو دهم ده چون دو برابر بر شده کار من و 15 درصدم که چیز دارم تورم دارم یه دهمم هم, هم میذارم به ازای در واقع بیشتر شدن ببخشید این تعداد کارگران حدوداً شده بیشتر شده مقدار حجمم بیشتر شده و تورمی که داشتم خب که میشه یکی به اضافه حالا هر چیزی و ضبط در اون مقداری که قبلا هزینه کردم میده هزینه نهایی من اینجا و خب میتونم بر اساس قیاس هزینه رو برورد کنم اگه توجه کرده باشی من فعالیت رنگزنی رو قبلا انجام دادم و از کجا میدونم اینقدر هزینه داره خب از دانش گذشتم و اینجا هستش که سازی انتهای پروژه اهمیت خودش رو نشون میده اگر من در انتهای پروژه هم بیام کارهایی که کردم رو مستند کنم و بگم چه کارهایی انجام دادم چه نتایجی ازش گرفتم چقدر هزینه برده بعدم میتونم از اون برای پروژه بعدی استفاده کنم و دانشم رو ارتقا بدم خب روش سوم برآورد پارامتری هستش برآورد پارامتری چیزی هستش که بچه عمران از اون خیلی استفاده میکنن و یه فرهست بهایی وجود داره که اومده تمام هزینه ها رو تخمین زده بیشتر باسه کاره و عمرانی و گفته که به طور مثال رنگ زنی چقدر هزینه داره به صورتی که حالا عرف باشه و حالا یه کار کاری چقدر هزینه داره و چه کارهایی باید بکنیم که معروفترین اونها باسه فرسبه های مدیریت و برنامه‌ریزی هستش و فرسبه های نفت که باسه پروژه نفتیه حالا من میخواستم اینو به شما نشون بدم که اینجا یکی از فهرست که واسه سال 95 هستش که منتشر شده رو واسه تون میارم خب تو اینجا همونطور که میبینین خب یک سند رسمی هستش که منتشر میشه در وسط جمهوری اسلامی و واسه رشته ساختمان و ساختمان سنتی هستش و تمام عملیات ها مثل تخریب خاک، عملیات خاکی با دست عملیات خاکی با ماشین همه رو اومده ریز کرده و خیلی وقتا بسه این که من میخوام توی یک مناقصه شرکت کنم و پروژه رو به دست بیارم ابتدا میام بر اساس این فرست بها تخمین میزنم که چقدر هزینه و سرمایه لازم دارم واسه اون و چقدر در واقع اون کار رو با چه میزان هزینه ای تمام میکنم و خب پیشنهاد خودم میدم و حالا تو مناقصه شرکت میکنیم و ببینیم برنده میشیم یا نه بخاطر این, این فرست و ها اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه شما هم به راحتی میتونید یه چنین چیزی رو دانلود کنید من کار خاصی نکردم یه سرچ راحت بودش و اومدم این کار رو انجام دادم و, و دانلود کردم و خب بچه عمران خیلی از این قضیه استفاده میکنن واسه پروژه های که پیش رو دارن خب این هم روش سوم و روش پرکاربردی هستش که توی ایران خیلی استفاده میشه روش بعدی روش برورد سه نقطه ای هستش روش سه نقطه دقتش بیشتره خب از یک روش آماری استفاده میکنه که توضیح مسلسی به اون میگن که میاد سه تا پارامتر رو به نام بدبینانه خوشبینانه و محتمل رو به دست میاره به چه معنی؟ میگه اگر من در نظر بگیرم در کمترین هزینه با کمترین هزینه بخوام این کار رو انجام بدم به میگم میگن خوشبینانه یعنی دیگه خیلی خوشبین باشم کمترین هزینه رو بخوام خرج کنم واسه اون چقدر میشه بعد بین باشم و بگم این خیلی پر خرج میشه و پر هزینه تنینش چقدر خواهد شد و یه مقدار معمولم در نظر بگیرم که خیلی وقت از تجربه افراد هم تو این زمین ها استفاده میشه میریم بین خبرگان و میبینیم که آقا از دیدگاه تو این کار رو بخوایم انجام بدیم دیگه حداقل هزینه‌ای که باید در نظر بگیریم واسه چقدر بیشترین هزینه‌ای که ممکنه داشته باشه چقدر میشه و به طور معمول چقدر انجام میشه و یه میانگینی از طریق این فرمول میگیریم حالا انحراف به ایرش اینا رو دیگه حساب نمیکنیم اما یه میانگینی میگیریم که از این میانگین میتونیم استفاده کنیم واسه اون بروردی که میخوایم و تخمین بزنیم که مقدار میانگین از این طریق استفاده میشه در واقع یک میانگین وزنی هستش که به خوشبینانه وزن یک داده به بدبینانه هم وزن یک داده اما به معمولترین ترین اونها وزن چهار رو داده و تقسیم بر مجموع کل وزن ها کرده و میانگین به دست مده. خب روش پنجم قیمتگیری از تامین کنندگان هستش که خب میایم میبینیم آقا من میخوام این کار رو انجام بدم تمین کنندگان یا پیمانکاران یا کسایی که دیگری که این کار رو انجام میدن چقدر پول میگیرن بابتش و خب حالا من بخوام انجام بدم چجوری انجام میدم به طور من میخوام کلاسی رو کلاس آموزشی رو برگزار کنم این خیلی معموله باسه ما ما نمیدونیم این کلاس آموزشی که میخوام در حال حاضر برگزار کنم چقدر یا پروژه‌ای که میخوام بگیرم من برنامه‌نویسی چقدر هزینه چقدر باید پیشنهاد بدم به مشتری خودم میام میگم سرچ میکنم در مورد اون دو سه تا از همکارانم میپرسم ازشون تو چقدر میگیری فلانی تو چقدر میگیری خب حالا من بر اساس اینها چقدر باید بگیرم و میتونم برآورد کنم از طریق این پروژه یا که میخوام انجام بدم یه روش دیگه هم هست به نام ذخیره اطمینان که میاد میگه حالا این روش در واقع یه هزینه ای رو که برآورد کرده میاد یه مقدار بیشتری از اون رو در نظر میگیره مثلا این هزینه است به ای در نظر میگیره به عنوان اطمینان خاصه بیشتر برآورد میکنه و این رو تو کل پروژه البته میبره بالا به ازای هر کدام از این فعالیت هایی که من اومدم مثلا یه هزینه ای در نظر گرفتم واسه بالاییش هم میام یه مقدار بیشتری رو در نظر باز میکنم این روش دقت کمتری داره و هزینه ها رو خیلی زیادتر اعلام میکنه نسبت به اون چیزی که میتونه باشه اما خب افزایش قیمتی که توی ایران خیلی زیاد هستش رو در نظر میگیره و اما روش هفتم که روش آخر هستش روش دقیقی هستش یعنی دقیق روشی هست که واسه برآورده هزینه پیشنهاد شده و اومده گفته آقا فعالیت ها رو به تفکیک بنویس هر کدوم از این حجم کاری که منبع تجدید پذیری لازم داری منبع تجدید مقدار کاری که لازم داری و منابع تجدید ناپذیر مثل مساله ای که لازم داری رو هر کدوم خورد کن قشنگ و به تفکی و سایر هزینات هم مشخص کن یه برآورد کلی کن خب این خیلی کاره هستش که زمان بره و دقت زیادی رو البته لازم داره و شاید از حوصله افراد خارج باشه اما خب با دقت خیلی خوبی میتونیم هزینه ها رو برآورد کنیم وقتی که اونا رو تفکیک میکنیم و خورد میکنیم خب این میشه روش های برآورد هزینه که با هم صحبت کردیم در جلسه بعد در مورد بودجه بندی هم که صحبت کوتاهی خواهیم کرد خب من داشتم بودجه بندی منظورم. در مورد بودجه بندی صحبت میکنیم و میگیم که اوکی حالا که تخمین کردیم هزینهامون تخمین زدیم چه کاری باید انجام بدیم و در جلسه بعدش به وارد امسپی میشیم ممنون توجه شما موفق و پیروز باشید